به گفته پزشکان آنفلانزای خوکی بیشتر در اطفال، افراد مسن و آنهایی که مشکلات تنفسی دارند دیده می شود و طبعا محیط های غیر بهداشتی به رشد و پایداری این بیماری کمک می کند. اما هماهنگ کننده اقدامات بهداشتی علیه آنفلانزای خوکی در دو استان در جنوب هندوستان که مانند بسیار از هموطنانش تنها با یک نام خوانده می شود می گوید شخصا از سرعت واگیری مرض متعجب شده ولی همه چیز برای مقابله با آن آماده است. تا دیروز 173 مورد ابتلا به آنفولانزای خوکی از نوع H1N1 در دو ایالت آندرا پرادش و تلانانگا گزارش شده که 169 مورد آن مربوط به استان تلانانگا است. مردم نباید از این ارقام وحشت کنند چون هر کس که علائم بیماری را دارد تحت نظر دارید. علائم ابتلا به آنفولانزای خوکی مانند آنفولانزای معمولی، تب، های شدید، گلودرد و بیحالی است. متاسفانه از 69 مورد مریض در استان تلانانگا هفت نفر مردند اما در استان آندرا پرادش هنوز تلفاتی نداشته دولت ترتیبی داده تا کپسول تامیفلو خریداری شود و مراکز درمانی هم به اندازه کافی از آن در اختیار دارند در هر درمانگاه نیز بیماران مبتلا به آنفلانزای خوکی را از بقیه جدا کرده 6 سال پیش 17 هزار نفر بر اثر اپیدمی آنفلانزای H1N1 در سراسر جهان تلف شدند که تقریباً 3 هزار نفر از آنها از اهالی هندوستان بودند. یگانه ارسباران صدای آمریکا